آشکار در شبکه ضلالت. بینندگان گرامی، در این کلیپ خواهید دید که چگونه در شبکه ضلالت آخوندی مشرک انبیای الهی را به باد مسخره گرفته و نسبت شرک و کفر به کسانی می دهد که پیام‌آور توحید بوده اند. یوسف علیه السلام: من غلام یوسف مصرم، من غلام یوسف بازار مصرم، گر بدانم کرده بیچار زلیخا را بدونه یا علی. این آخوند میگوید اگر یوسف زلیخا را شیفته خود کرده به خاطر یا علی گفتن بوده است، حال اینکه یوسف علیه السلام حتی در زندان دعوت به توحید میداد. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و از آیین نیاکانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی نمودم، برای من شایسته و روانی است که چیزی را با الله شریک قرار دهیم، این از فضل الله بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاس نمی گذارند. ای همراهان زندانی من، آیا معبودان پراکنده بهترند یا الله یکتا و چیره؟ شما جز پروردگار تنها نامهایی را می پرستید که خودتان و پدرانتان نامگذاری کرده اید و الله هیچ دلیلی بر درستی آنها نازل نکرده است. فرمان روایی تنها از آن الله است، دستور داده که جز او را عبادت و پرستش نکنید، این دین استوار است، ولی بیشتر مردم نمی دانند. یونس علیه السلام: جان بگویم حضرت یونس مریدش می شوم، زنده مانده قرع دریا او بدون یا علی. الله متعال رمز نجات یونس علیه السلام را تسبیح معرفی می کند، ولی این آخوند جاهل می گوید او با یا علی گفتن سالم مانده است. و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمات
لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذنون يعني يونس را یاد کن که خشمگین از میان قومش رفت و گمان کرد که هرگز بر او سخت نمی گیریم. پس در تاریکی ها ندا داد هیچ معبود بر حقی جز تو وجود ندارد، پاک و منزهی، بیگمان من ستمکار بودم. پس دعایش را اجابت کردیم و او را از غم و اندوه نجات دادیم و بدین سان مؤمنان را نجات می دهیم. نوح علیه السلام. مسلک نوح نبی را پیش می سازم بدان، گشت فارغ از بلایا او بدون یا علی. این آخوند حتاک نوح علیه السلام را که 950 سال مردم را دعوت به توحید می داد را نیز به شرک متهم می کند، در حالی که الله متعال در مورد نوح علیه السلام و دعوتش می فرماید: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس به آنان گفت ای قوم من، الله را عبادت کنید، معبود بر حقی جز او ندارید، من برای شما از عذاب روز بزرگ نگرانم. و نیز می فرماید وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. براستی نوح را به سوی قومش فرستادیم، به آنان گفت من بیم دهنده آشکاری برای شما هستم که جز الله را نپرستید، بیگمان من برای شما از عذاب روز دردناک بیمناکم. بینندگان گرامی، با هم دیدیم که این آخوند مداح چگونه انبیای الهی را مشرک معرفی می کند، در حالی که الله عز و جل نسبت به انبیاء علیهم السلام می فرماید ذالک هدى الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. این هدایت الله است که با آن هر که از بندگانش را بخواهد هدایت می کند، و اگر این پیامبران شرک بورزند اعمالشان نابود می شود. و نیز می فرماید
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سزاوار هیچ انسانی نیست که الله به او کتاب و علم و نبوت بدهد آنگاه به مردم بگوید مرا با الله عبادت کنید، بلکه باید بگوید با آموزش کتاب و خواندن آن عالمان و مردمانی ربانی باشید.